بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و آل الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در بخش پایانی بحث ذکر، بازم در این جلسه به بعضی از اذکار عمومی، همونطوری که در جلسه گذشته عرض کردم، بنده در حدی نیستم که بتونم اذکار خصوصی به کسی تجویز کنم. تجویز اذکار خصوصی نیاز به یه قوه و منه برتری داره. باید شخص تجویز کننده به حدی رسیده باشه و در جایگاهی قرار داده باشه که با نگاه به افراد، مزاج افراد، باطن افراد، استعداد افراد رو بخواند و مطابق مزاج و باطن و استعداد افراد نسخه‌ای در جهت ذکر تجویز کنند. و اما الان که ما به توصیه بعضی از اذکار می‌پردازیم، از باب اذکار عمومیه که نیازی به اون تخصص که مثل بنده فاقدش هستم نداره. در محدوده ی اذکار عمومی بخشی رو در جلسه قبل عنوان کردیم، امروز هم یه چند مورد رو تقدیم میکنم. در روایات ما آمده که از جمله صحابه وفادار پیغمبر گرامی اسلام عبدالله ابن مسعود بوده که انسانی مخلص، متدین، متعبد به رسول خدا و به حق تعالی و در قالب جنگ‌های اسلامی هم حضور فعال داشته، به گونه‌ای که در جنگ بدر که از جمله افراد سرکرده کفر و شرک به درک واصل شدند، مثل عتبه، مثل شیبه، مثل ولید بن عتبه، مثل ابوجهل به دست عبدالله ابن مسعود کشته شد. یعنی سر نهض ابوجهل، اون کینه توز معروف نسبت به اسلام و مسلمین و پیغمبر اسلام، به دست شریف جناب عبدالله ابن مسعود بریده شد. و البته در زمان خلفای معروف هم در ارتباط با حیف و میل بیت المال اعتراضاتی داشت و در قبال این اعتراضات، خصوصا در زمان عثمان، آسیب‌هایی هم متوجه او شد. این آقای عبدالله ابن مسعود به مرض وفات، مرضی که منجر به وفات شد، مبتلا شد. روزهای آخر عمرش رو می‌گذرم. عثمان که در اون زمان خلیفه بود به عیادت عبدالله ابن مسعود آمد. ضمن تعارفات اولیه از او یه چند تا سوال کرد. اولا از این سوال کرد که از چی شکوه داری؟ گفت از اعمال گذشته خدا. گفت از خداوند تبارک و تعالی چه درخواستی داری؟ گفت رحمت حق رو برای خودم درخواست دارم، امید دارم که مشمول رحمت و حق الهی قرار بگیرم. گفت با این وضعیتی که پیدا کردی چرا سراغ طبیب نمیری؟ گفت ان الطبیب امرضنی. البته این اولیای الهی، مردان خدا، آینده خودشون رو هم میدیدن. جناب عبدالله ابن مسعود متوجه بود که از این مرض دیگه در نمیره، سرانجام به مرگ و وفات او منجر میشه و لذا برای خود لزومی نمیبینه که به سراغ طبیب بره. و در جواب عثمان میگه نه طبیبه هم رزنی، اون طبیب واقعی من رو مبتلای به این حال کرده. در پایان صحبتها و مکالمات آقای عثمان که در رأس حکومت اسلامیه به جناب عبدالله ابن مسعود گفت آیا میل نداری که دستور بدم به تو عطایایی داشته باشم از خزینه اسلامی، حکومت اسلامی، کمک مالی به شما بشه؟
عبدالله ابن مسعود گفت اون روزی که کمک ها و عطایا به درد من میخورد که من شما از من دریغ میداشتی، امروز که دیگه به این حال افتادم عطایای شما و کمک های شما چه به چه درد من میخوره. عثمان گفت لااقل به درد دخترهای تو میخوره، چون عبدالله ابن مسعود دخترهای متعددی داشت. گفت به دختران دستوری دادم که هرگز محتاج به عطایا و کمکهای مثل تو نگردن. گفت چه دستوری دادی؟ گفت من به دختران توصیه کردم که هر شب سوره مبارکه واقعه رو بخونن. بعد عبدالله ابن مسعود اینجوری ادامه داد: فإنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قرأ سورة الواقعه کل لیله لم تصبه فاقتون ابدا. من از پیغمبر گرامی اسلام شنیدم هر انسان مؤمنی که شبانگاه سوره واقعه رو بخونه هرگز گرفتار فاقه یعنی فقر، تنگ دستی، نداری نمیشه. این روایت رو با این بیانی که تقدیم کردم حضرت علامه در کتاب 1001 نکته نکته 910 اونم از تفسیر مجمع البیان، تفسیر معروف مجمع البیان نقل کرده. خب این دستور خوبیه. من عرض میکنم، توصیه میکنم به دوستانم و عزیزانم تجربه بکنید، تجربه بکنید. ماها خودمون تجربه کرده ایم، سالها تجربه داریم و نتیجه هم گرفتیم. سوره واقعه رو ساعت هم بگذارید، یه دقیقه بیشتر نمیکشه. شبها این همه پای فیلم و تلویزیون و سریال و من هم کامپیوتر و اینترنت و چی و چی و بیهوده گذرانده میشه. ده دقیقه یه روب در خدمت قرآن باشید. سوره واقعه رو شما اگر ساعت بگذارید به یک روب نمیکشه. اونم یه همچه خاصیتی داره. پیغمبر گرامی اسلام فرمود کسی که هر شب سوره واقعه رو بخونه لم تصبه فاقتون ابدا، هرگز نداری، فقر و فاقه به سراغ او نمیاد. عبدالله ابن مسعود در جواب عثمان که گفت من کمک های مالی به تو بکنم که به درد دخترات بخوره اینجوری جواب فرمود که دخترای من یه نسخه‌ای در اختیار دارن، دستورالعملی در اختیار دارن که هرگز به کمک ها و عطایای مثل تو نیاز پیدا نمی کنن. بنده و جنابانی هم این نسخه رو به کار ببریم، نسخه عمومی. احتیاج نداره که طبیب خاصی باشه و دستور خاصی. اینم یه دست. یه دستور دیگر، البته این یه کمی سنگین تره و البته هر چقدر دستور سنگین تر باشه آثار پربارتری هم برش مترتب میشه، خواندن مسبحات ست هر شب قبل از خواب. از جمله اولین دستوراتی که مرحوم حاسد علی قاضی به شاگردانش میداد در کنار سایر دستورها قرائت مسبحات ست. شش تا سوره است مسبحات ست، ست یعنی شش، مسبحات ششگانه. شش تا سوره است که اول او یا به سبحه یا به یسبحو یا به سبحه، سبه به صورت عام شروع میشه. به ترتیب سوره حدید یک، سوره هش دو، سوره صف سه، سوره جمعه چهار، سوره تغابن پنج، سوره اعلا سب اسم رب کل اعلا شیش. در روایتی که در کتاب شریف کافی به ما رسیده از امام جابر ابن عبدالله انصاری از امام باقر
جابر میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام من قرأ المسبحات کلها قبل ان ینام، کسی که سور مسبحات را بخوانه قبل از اینکه بخواب بره، لم یموت، از جمله آثارش، حتی یدرک القائم علیه السلام، از دار دنیا نمیره مگر که امام عصر علیه السلام رو درک میکنه، به حضور امام میرسه. حالا و این ماتا از دار دنیا رب کان فی جوار محمد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بالاترین درجه و جایگاه در عالم قیامت و آخرت و بهشت مربوط به پیغمبر خاتمه، فرزند این پیغمبر امام باقر علیه السلام فرمود هر کسی هر شب قبل از خواب مسبحات ستو داشته باشه، از دار دنیا که ره در جوار پیغمبر خاتم قرار میگیره. این آثار قیامتی، آثار دنیاییش خدا میدانه که چرا اولیای الهی اهل معرفت اینقدر اصرار داشتن بر خواندن مسبحات ست. مرحوم علامه طباطبایی، از ایشون نقل شده، ما از زبان حضرت علامه آیت الله حسنزاده آموری حفظ الله رو شنیدیم که میفرمود، مرحوم علامه میفرمود به ما، من در نجف که بودم دیدم آقای قاضی خیلی اصرار داره بر قرائت مسبحات سه، و من یک روایتی دیده بودم که در اون روایت مسبحات خمس آمده بود، یعنی اون سوره اعلا نیامده بود، همون پنج سوره دیگر. و با این که این روایت رو به خدمت جناب قاضی ارائه دادم، در این حال مرحوم آسد علی قاضی اصرار داشت بر مسبحات ست. به این تذکر من اعتنا نفرمود. بعد مرحوم علامه می فرمود که لابد، لابد، نه لابد بلکه به طور یقین، جناب قاضی هم خود شنیده هایی داشت، مدارکی در اختیار داشت، بعضی از مطالب رو شفاهی از بزرگان و اساتید خودش شنیده بود که اصرار داشت بر مسبحات ست. ما هم اگر اهلش هستیم، همین هم نیم ساعت بیشتر وقت نمیگیره. کسانی که قرائتشون صحیح باشه، مسلط بر قرائت قرآن باشن، میتونن تجربه کنن خواندن مسبحات ست در شب نیم ساعت بیشتر وقتگیری نداره. بازم عرض میکنم این همه وقت ما در گپ زدنها، در صحبتهای بیفایده، در پای تلویزیون و ویدیو و من نمیدونم سریال و چی و چی میگذره، یه نیم ساعتم در خدمت قرآن بگذره، بعد ببینیم چه آثاری و دستاوردی نصیب ما خواهد شد. اینم یکی از کار و توصیه هایی که از بزرگان ما به صورت عمومی به ما رسیده و بنده هم تقدیم کردم. از جمله از دستورات در مورد وسواس، در مورد هجوم صورت‌های خیالیه که اکثری ما مبتلا هستیم. و بعضی هم میپرسن، میگن آقا شب و روز ما گرفتار خیالیم، مخصوصا در موارد پرداختن به عبادت، نماز، نماز، تا شروع میکنیم به نماز ده‌ها خیال، نیت، فکر دامنگیر ما میشه، به گونه ای که از اول نماز تا آخر نماز تنها به چیزی که به یادش نیستیم مکالمه با حق تعالی‌ست. بعضی ها میگن ما گرفتار وسواسیم، در هر موردی شک داریم، به مورد شک اعتنا میکنیم، اقدام میکنیم، باز دوباره شک، دچار شک جدید میشیم. زندگی ما مختل شده. آیا راهکاری داره برای نفی خباطه و از بین رفتن وساوس؟ راهی رو که اولیای الهی بزرگان ما به ما ارائه دادن
پرداختن به آیه سخره است. آیه سخره تأثیر گذاره در نفی خواطر و شکوک و تردیدها و وسواس هاست. آیه سخره چیه؟ آیه سخره مشتمل بر سه آیه است. از سوره اعراف آیه 54، آیه 55، آیه 56. ابتداش از این جمله شروع میشه: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. این آغازش. انتهاش هم به غریب من المحسنین که پایان آیه 56 سوره اعراف. این سه تا آیه رو انسان داشته باشه در مواردی که دچار وسواس شدید میشه. خواطر، صورت‌های خیالی او رو احاطه میکنه، آرامش رو از او میگیره، نمیگذاره یک عبادتی با حضور تام، حضور قلب، نمازی با حضور قلب توجه انجام بده، یا دچار شک میشه، به این آیه سفره متمسک بشه. در رفع شکوک، خواطر، صورت‌های خیالی، از بین بردن و زدودن وسواس‌ها و تردیدها بسیار مؤثره. البته اگر کسی بپرسه که دستورش چیه، چند بار، عرض می‌کنم بستگی به حال داره. بارها توی مباحث حرف کردیم که عبادت، مخصوصا عبادت مستحبی، باید انسان حال داشته باشه. عبادت بدون حال تشبیه شده به غذا خوردن سر سیری. غذا انرژی ساز، مفیده، مقویه، ولی برای شخص گرسنه، شخص سیر اگر اقدام بکنه به غذا خوردن، نه تنها برای اون مفید نیست، بلکه چه بسا موجب زخم معده بشه، مشکلات داشته باشه. بستگی به حال داره. ولی اگر کسی اصرار داشته باشه که بالاخره، حالا چه با حال چه بی حال، ما اگر قراره به طور کامل این دستور رو رعایت کنیم، چند بار باید بگیم؟ در جواب عرض میکنم 70 بار. آیه سخره به نحو کامل اگر قراره ادا بشه برای نفی خواطر، دفع وساوس، شکوک، تردیدها، خوب 70 بار تلاوت بشه این ستایه. اینم یکی از دستورالعمل هایی که ما تونستیم امروز تقدیم عزیزان بکنیم. بله؟ روزی 70 بار. البته آقا فرمودن روزی 70 بار. در این اذکاری که ما توصیه میکنیم، الان بنای ما برای اینه که یک روز باشه، یک هفته باشه، یک اربعین باشه، یا یک سال باشه. توصیه بزرگان ما اینه که حداقل یک اربعین باشه. حداقل. یعنی الان ما گفتیم آیه سفره نفی خواطر میکنه، این ست آیه، اینجور نیست که من یه روز بخوانم به نتیجه مطلوب برسم. استمرار ببخشم. حداقل به یه چله، به یه اربعین. سحرگه رهروی، جناب حافظ در دیوان، سحرگه رهروی در سرزمینی، بگفتا این معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. گر انگشت سلیمانی نباشد، چه خاصیت دهد نقش نگینی. شراب آنگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعینی. همون شراب نجس، همون شراب حرام هم گفتن یه چند روزی باید بمانه تا اون خاصیت خاص خودش رو بتونه ارائه بده. و همین شرابی که به معنای معرفت و محبت ربوبیه، که از جمله همین اذکار الهی، اینها به معنای شراب معنویه که انسان رو شاد میکنه، جان انسان رو تعالی میبخشه. این شراب معنوی هم،
این شراب معنوی هم خوب در شیشه دل بماند اربعینی. البته حضرت علامه توصیهشون این بود که شما وقتی مشغول به ذکری شدید هی از این ذکر به اون ذکر نپرید، بگذارید یک ذکر در جان شما آثار خاص خودش رو ارائه بده، بنشینه، بعد از این ذکر منتقل بشید به ذکر دیگر. الان بعضی ها هر روز یه ذکری دارن، خیلی کارایی نداره. میفرمود حداقل اربعین. البته بازم توصیه داشتن، چقدر خوبه که انسان وقتی مشغول ذکری شد تا یک سال ادامه بده که حداقل شب قدری رو درک کرده باشه با این ذکر، یا اگر روز خودش رو مشغول میکنه روز قدری رو درک کرده باشه. الان برای هیچ یک از ما دقیقا شب قدر یا روز قدر مشخص نیست، ولی اگر انسان یه عملی رو یک سال ادامه بده، آخه بعضی میگن شب قدر نیمه شعبانه، حتی از رمضان هم در میبرن، بعضی میگن 19 رمضانه، بعضی میگن 21 رمضانه، بعضی میگن 23، این آقایون اهل سنت 27 رمضان رو خیلی اعتماد دارن در این که شب قدره. پس شب قدر در مجموع نامعلومه، اما اگر انسان به یه عبادتی در طول سال توجه داشته باشه حتما در شب قدر رو یا روز قدر هم مشغول این عبادت بوده. لذا در جواب شما که فرمودید چند بار، عرض میکنم حداقل یه 40 روزی، چند روز فرمودید، حداقل 40 روزی هر ذکری رو ما داشته باشیم. اگر میخوایم بهتر در جان ما اثر ببخشه تداوم بدیم هر ذکری رو تا یک سال، با این توضیح که عرض کردم. اینم یه دستور، یه دستور عمل جامعی برای امور متعددهی که مضمون خود روایت از امام صادق علیه السلام، حضرت هم دستور رو فرموده و هم علت اثر بخشی اون دستور رو فرموده، از روی روایت تقدیم میکنن. اون روایت اینه، البته این روایت در مجامع روایی ما آمده، حضرت علامه حفظه الله تعالی در کتاب نامه ها و برنامه های خود آورده این دستور العمل رو، در آثار دیگر هم آورده ایشون. روایت اینه، قال صادق علیه السلام عجبتو لمن فزع من اربعین کیف لا یفزع الی اربعین. امام صادق علیه السلام فرمود من تعجب میکنم از کسانی که از 4 چیز نگرانی دارن، چطور پناه نمیبرن به 4 چیز دیگر؟ یعنی در 4 مورد نگرانی دارن، ترس و وحشت دارن، اضطراب و دلهوره دارن، تعجب میکنن که چرا در هر یک از این 4 به یکی از این 4 چیز پناه نمیبرن. بعد اون 4 مورد رو بیان کرد. آقا فرمود عجب تو لمن خافه، پیش میاد برای بنده و جنابالی چه بسا در طول زندگی روزمره خودمون صحنه های وحشتناکی پیش بیاد، جریان های پیش بیاد که موجب خوف و حراس من و شما بشه، در این موارد چه کار بکنیم؟ امام صادق علیه السلام فرمود عجب تو لمن خافه، تعجب میکنم از کسی که دچار خوف و حراس میشه. کیف لا یبزع الی قوله حسبنا الله و نعم الوکیل. این حسبنا الله و نعم الوکیل آیه 173 سوره آل عمرانه. خب عمل خوبیه، گاه و بیگاه در طول زندگی چه بسا مسائلی، مواردی، حوادثی هولناک برای ما شما پیش بیاد که ما دچار رعب و وحشت شدیم، برای اینکه این رعب و وحشت و اضطراب خود رو زائل بکنیم، نمیگم دنبال اسباب طبیعی نریم، اونا رو که بحث کردیم،
باید در جای خودش به کار گرفته بشه، اما به عنوان یه عامل کمکی معنوی تمسک به این ذکر شریف حسبنا الله و نعم الوکیل. زیبا زیبا و شیرین دنبال روایته. امام فرمود فإنی سمعت الله عز و جل یقول به عقبه ها. حضرت علامه می فرمد تأمل بکنید تعبیر رو. امام صادق علیه السلام نفرمود فإنی غرعت فی عقبه ها، من تو قرآن دنبال این جمله خوندم اینجوری، نه، إنی سمعت الله عز و جل. گویا مخاطب اصلی قرآن خود امام صادق علیه السلامه، چون کلهم نورون واحد. اینجوری نیست که مخاطب قرآن فقط جان شریف پیغمبر گرامی اسلام باشه، نه، اینا یک سنخن، امام باقر، امام صادق، موسی بن جعفر، امام هشتم، امام هادی، امام عسکری، امام امیرالمومنین علیهم السلام و جان رسول خدا، گویا یک چیزه. و حضرت علامه می فرماید تعبیر رو نگاه کنید، فإنی سمعت الله عز و جل یقول به عقبها فانقلبوا. دنبال همین جمله رو که از کردیم حسبنا الله و نعم الوکیل، قرآن رو نگاه کنید دنبالش آمده فانقلبوا به نعمت من الله. کسانی که قائلن به این که حسبنا الله و نعم الوکیل، سرانجامشون اینه که برخوردار از نعمت خدا میشه و فضل. لم یمسسهم سوء. این جمله چقدر شیرینه. کسانی که زبان حال و قالشون حسبنا الله و نعم الوکیل، لم یمسسهم سوء، هیچ بدی و ناراحتی به اینا اصابت نمیکنه. تمام. پس خاصیت این ذکر خود خدا بیان کرده در دنباله یه همین جمله که از حسبنا الله بنده و جناب عالی. ممکنه چه بسا در زندگی روزمره حوادثی پیش بیاد هولناک، دوچار وحشت بشیم، دوچار اضطراب بشیم، چه بکنیم؟ حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل. آثارش چیه؟ لم یمسسهم سوء. اینا حرفای من و شما نیست، اینا حرفای حتی اولیای الهی هم نیست، حرف خود هفتالاست که وعده داده لم یمسس هم سو. پس این یه مورد. مورد دوم، وعجب تو لمنق تم کیف لا یبزو الى قولهی لا اله الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمی. امام صادق علیه السلام فرمود من تعجب میکنم از کسانی که دوچار غم و اندوه میشن، حالا به هر سببی، به هر سببی پیش میاد دیگه، حوادث پیش میاد، انسان رو دوچار غم میکنه، اندوه میکنه، گرفتگی میکنه، قبض میکنه. امام فرمود من تعجب میکنم یه همچین کسایی چرا پناه نمیبرن به این جمله شریفه. کدوم جمله؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این آیه 87 سوره انبیا که در ضمن نماز قفیله، سوره نماز قفیله قرائت میشه در صفحه در رکعت اول و معلوم شده اصلا به ذکر یونسی، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بعد امام صادق علیه السلام فرمود فإنی سمعت الله عز و جل یقول به عقبها فنجیناه من الغم. ما اگر از امام صادق علیه السلام بپرسیم آقا جان از کجا میفرمید که این جمله غم و اندوه رو برطرف میکنه، جواب فرمایش آقا اینه، دنبال آیه آمده فنجیناه من الغم. البته این فنجیناه آقای یونس، ولی دنبالش و کذالک ننجل مؤمنین اختصاص به حضرت یونس هم نداره. هر کسی یونسی مشرب بشه و این ذکر شریف رو پیشه بکنه کذالک ننجل مؤمنین. اینم دو مورد.
مورد سوم، و عجب تو لمن مکرب بهی، گاهی پیش میاد شیاطینی، افراد شیطانی مخالفی که در صدد ضربه زدن به انسانن، نقشه ها میکشن، چه بسا هزینه ها متقبل بشن، نیروهایی رو به کار بگیرن، عواملی رو به کار بگیرن، یه مکری، یه حیله‌ای تا به جناب عالی یه ضربه‌ای وارد کنن. و شما این اعتبار رو دادی و البته دستت هم خالیه که بتونی جلوگیری بکنی. در این موارد راه معنوی به سمت سوی من شما بازه برای نجات از این مکرها و حیله‌هایی و دام‌هایی رو که مخالفین، معاندین، چه بسا دشمنان در جامعه، در مملکت، خارج مملکت، حتی افراد آشنا، فامیل، بستگان از این حرفا هست، برای نجات از مکرها، برای نجات از حیله ها، برای نجات از ضربه زدن های مخالفین، امام صادق علیه السلام فرمود من تعجب میکنم چطور پناه نمیبرند یه همچه افرادی که در معرض مکر و فریب و حیله دیگرانن به این جمله شریفه. کدوم جمله؟ افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. دستورالعمل خوبیه، چه بسا برای من شما هم پیش بیاد مواردی رو احتمال بدیم که دیگری در صدد مکر، حیله است، فریب، نیرنگ، توطئه میخواد بکنه، ضربه ای رو وارد بکنه، یه همچه احتمالی رو داریم میدیم. دستمون هم خالیه که جلوگیری بکنیم، دست ظاهری و مادی و طبیعی ما، اسباب معنوی و دست معنوی به سوی ما بازه. در این موارد برای اینکه اون مکر، اون حیله، اون توطئه بر علیه خودمون رو خنسا بکنیم، متوسل بشیم به این ذکر شریف، افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. یه بار، دو بار، ده بار، چهل بار، بستگی به حال خودمون داره. یه روز، دو روز، چند روز، از قدیم یه اربعین چه بهتر. بعد امام فرمود فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَقُولُ بِعَقَبِهَا. این ذکر شریف مربوط به سوره غافر، اسم دیگرش از سوره مؤمن، آیه 44. از امام صادق علیه السلام سوال کنیم آقا جان چرا در موارد توطئه و مکر و فریب شما یه همچه دستورالعملی صادر کردی؟ در جواب خواهد به ما فرمود فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فوقاه الله سیئات ما مکرو. جواب که در چیرینه، چطور این ذکر ما را از مکرها و توطئه های دیگران نجات میبخشه؟ افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. چطور؟ چون دنبالش آمده فوقاه الله سیئات ما مکرو. خدا حفظ میکنه بنده ای رو که ذاکر به این ذکر باشه از بدیهایی رو که اهل مکر برای او توطئه کردند و مکر کردند. اینم مورد سوم. مورد چهارم هم تقدیم کنیم، وقتم گذشت. مورد چهارم، و عجب تو لمن اراد دنیا. بعضی اینجوری هم دیگه دوست دارن همیشه دستشون پر باشه، البته اکثرا اینجوری هست، به قدرت افرادی پیدا بشن که با فقرم خوش باشن. انسان به طور طبیعی دوست داره دستش پر باشه، متمول باشه، از جهت امکانات مادی نیازمند نباشه، محتاج غیر نباشه، برخوردار از زینت دنیا باشه، اونم زینت حلال. عجب تو لمن اراد دنیا و زینتها کیف لا یبزع الى قوله ما شاء الله لا قوة الا بالله. حول نداره، ما شاء الله لا حول ولا نه لا حول نه ما شاء الله لا قوة الا بالله. این متن آیه شریفه 39 سوره کهف.
اگر کسی میخواد از جهت مادیات دستش پر باشه، متمول باشه، برخوردار از مسائل مادی حلال دنیوی باشه، رفاه باشه، راه معنوی رو که امام صادق علیه السلام ارائه داده و فرموده، من تعجبم میکنه کسانی که یه همچه مقصودی دارن چرا به این آیه، به این ذکر شریف پناه نمیبرن. ما شاء الله لا قوت الا بالله. اگر از امام صادق علیه السلام عرض بکنیم آقا جان این ذکر چرا این تأثیر رو داره، جواب، فإنی سمعت الله عز و جل یقول بعقبها، دنبال همین جمله، این ترنم انا اقل من کمالا و ولدا فعصا ربی ان یعطینی خیرا من جنتک. اون آقایی که متمول بود، باغها داشت، در مقابل دیگری باید سوره کهف رو مطالعه کرد، چه بسا فخر فروشی میکرد. این آقایی که دستش خالی بود گفت ما شاء الله لا قوت الا بالله، این ترنه انا اقل منکه، اگر الان میبینی که من دستم خالیه، از تو پایین تره، مالن و بلدا، فعصا ربی، امید دارم که خدای من، ایوتی یعنی خیرن من جنتک، از این باغهای متعددی که تو به رخ من میکشی و فقر فروشی میکنی، من امیدوارم با تمسک به این ذکر شریف بالاتر از او رو خدا به من شما به من بده در مقابل شما. ببینم دلیله. اینها از کار عمومی بود، بازم عرض میکنم از کار خصوصی نیست، چون بنده قابلیت این رو ندارم که بتونم از کار خصوصی به کسی بدم، ولی چون از کار عمومی بود جرأت پیدا کردیم یه بخشی از اونها رو که چه بسا مبتلا به بسیاری از افراد جامعه ما باشه تقدیم کردیم که اگر اهلش هستن به کار بگیرند و از بهره هاش استفاده کنند، از آثارش نفع ببرند. این روایت شریف رو از قدم حضرت آقا در بسیاری از آثارشون سر درس هم می فرمودن، از جمله در کتاب نامه ها و برنامه ها عنوان یه دستور العمل ارائه دادن. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.